برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. سلام عرض میکنم بینندگان گرامی، خوش اومدیم به برنامه ما، برنامه ای که هدفش رساندن پیام به هموطنان گرامی، پیام از خبرهایی که در شهر در رابطه یا پیرامون مسائل اعتیاد، مسائل وابستگی های ناسالم و غیره. من سیامک هستم، یک جوان ایرانی با داشتن بیماری اعتیاد و 31 سال و 3 هفته پاکی و قدری هم بهبودی. مشاور اعتیادم هستم برای 26 سال اندکی، شاید هم 27 سال شده باشه. برنامه ما هدفش رساندن پیامه و این کار ما از طریق مصاحبه با دوستانی که بیماری اعتیاد زندگیشون رو متزلزل کرده بود انجام میدیم، از طریق رساندن صحبت یا سخنرانی راجع به ویژگی ها و مسائل متفاوت در این در مورد این بیماری انجام میدیم. گهگداری فیلم هایی در رابطه با اعتیاد، وابستگی های متقابل یا مداخله یا حتی مواد مخدر متفاوت و عوارضش و غیره انجام میدیم. به هر طریقی که بتونیم سعی میکنیم پیام برسونیم، پیام به اون دسته از هموطنانی که شاید امیدشون رو از دست دادن، شاید فکر میکنن بیماری خود یا جگرگوشهشون به یه درجه رسیده که دیگه امیدی نیست و باید همینطوری بسوزن و بسوزن تا اینکه از بین برن. ما از جهنم برگشتگانیم و معتقدیم که شما هم میتونین برگردین از جهنمی که توش زندگی میکنین، جهنمی که خودتون با دست خودتون با کمک بیماری اعتیاد و وابستگی متقابل برای خودتون و خانوادتون درست کردین. چرا که بهبودی یا نجات از هر دو بیماری امکان پذیره، وابستگی های متقابل که بیماری اولیه است و هم زبان با بیماری اعتیاد جون میگیره و جون میده و حیات میبخشه، و اعتیاد به مواد مخدر و الکل هم که هم شکل میره، حلول پیدا میکنه به خاطر مقدار وابستگی متقابل خودش و پیشرفت میکنه، به حیاتش ادامه میده، بیشتر به خاطر کمک هایی که از وابسته متقابلش میگیره، مادر پدر، کمک هایی که به حیات بیماریش کمک میکنه. دوستان عزیز توجه بکنیم، ما به اون کمک نمیگیم، ولی وابستگان متقابل همچنان فهم میکنن دارن کمک میکنن، با از زندون در آوردن بیمار، با پولای اجارهشو دادن، پول ماشینشو دادن، پول بیمهشو دادن، پول تلفنشو دادن، پول خورد و خوراکشو دادن، پول مکان زندگیشون رو دادن. فکر میکنن که دارن کمک میکنن. ما به این میگیم دوستی خاله خرسه، دوستی که باعث فنای دوستش میشه، از بین رفتن دوستش میشه.
بدتر شدن دوستش میشه، موقعیت بیماریشو وخیمتر میکنه. بله، مادر گرامی که برای مدت هاست اجازه دادی معتادت، هم از این که فرزندته یا بچه های خواهرته یا همسرته، هر کیه، توی زیر یه سقفی که شما داری فراهم کننده سقف هستی حمایت میکنی، اوضاع اقتصادی اون سقف رو نگه میداری، اجازه میدی که این بیماری باشه اونجا. خیلی دوست دارم شما مادرها، پدرها، همسرها که معتادی تو زندگیتون وزیر یه سقف زندگی میکنه، بیاین به این جلسات 12 گامه خانواده ها که بعد از چندین جلسه که شرکت میکنین این چراغ ها روشن بشن، پاپکورن ها پاپ بشن، این بلایند سپات ها دیگه کور نمونن، روشن بشن، تا متوجه بشین چگونه، به چه نحوی شما یکی از دشمنترین دشمنهای بیمار معتاد دارید. خواهیم گفت سیامک چی داری میگی؟ من پسرمه، من دخترمه، یا من همسرمه، یا پدر مادرمه، یا خواهر برادرمه، من عاشقشونم، من میمیرم براشون، من دارم خدمت میکنم، من دارم کمک میکنم، من میخوام یه روزی نجاتشون بدم. نه دوست عزیز، شما دارین دشمنی میکنین. بیاین به این جلسات که بعد از چندین جلسه خودتون متوجه بشین به چه نحوی شما دارین دشمنی میکنین، به چه نحوی دارین به پیشرفت بیماری این جگرگوشتون کمک میکنین، حمایتش میکنین. با اون ما میگیم دشمنی، با اون ما میگیم دوستی خاله خرسه دیگه. کامو خواهش میکنم دیگه. اونجاست که میزنین سرتون میگین اوه کاش که من اینو 5 سال پیش 10 سال پیش میدونستم. آه دوستان، من 22 سال و نیم 3 سال داری میشه که توی رسانه ها هستم، از رادیو صدای ایران با خانم پروین صادقی، و ازیاتون شاید یادتون بیاد داریم این پیامو میگیم، داریم به شما یاد میدیم که چگونه دوستی شما در حقیقت دشمنی شما میتونه باشه، چگونه نحوه که شما خدمت میکنین میتونه آسیب رسان باشه. همین رو داریم میگیم. ولی آیا شما گوشی شنوایی داشتین؟ آیا شنیدین اینو؟ آیا پذیرفتین؟ آیا قدرت و توانایی در خود ایجاد کردین که دیگه این کارو نکنین؟ 90% جامعه ما، 90% خیلی ها دوستان، و باور کنید تازه من معتادانه دارم میگم، شاید 95% بشه، در خواب غفلتی داریم معتادتون رو روز به روز بدتر میکنیم، داریم بهشون خیانت میکنیم. 5% این که تو جلسات ما پیداشون میشه، از اون 90% هم 20%شون توی دایره vicious cycle همچنان دارن میچرخن، با رفتن پلی این مشاور، اون روانشناس، اون روانکاو، این روانپزشکی که کارشون پول گرفتن و شما رو به دور خودتون گردوندن و با سوباکسون و با متادون و با اکسیکاتن و و و و و یا با روان درمانیشون فهم میکنن میتونن یه معتادی که داره مواد میزنه مشروب میخوره روان درمانی کنن. نه، ما تسلیم نمیشیم. من و امثال من، دکتر شمسیان، داریوش، ما تسلیم نمیشیم، ما پیامو میدیم و شما هم پیامو میگیرین وقتی که آماده هستین، وقتی که خسته شدین، وقتی که خسته شدین از خسته بودن، اونجاست که شما ببخشید مادر گرامی، همسر گرامی، پدر، مادر، خواهر، برادر،
دوست دختر گرامی، یا شاید هم دوست پسر گرامی، چون میدونم بعضی پسرها با دخترای دوست میشن که دختره معتاد الکلی سیگاریه. ما پیامو میدیم تا اینکه یکی از شماها هر موقع وقتتون رسید، فرصتتون بود، نوبتتون بود، بیدار شید و شما هم بیلو بندازین، دستتون رو بیارین بالا، بگین دکتر شمسیان، داریوش اقبالی، سیامک افشار، ما تسلیم شدیم، به ما بگین چی کار باید بکنیم. همینجور دستون بالا نگه دار اینا، چون دو دستون بیارین پایین شروع میکنی خراب بازی، خراب کاری، تا ما بتونیم دستگیر شما باشیم، بتونیم به یه نحوی پیامی که سالهاست داریم میدیم. من برای نزدیک 27 سال و ببخشید 22 سال 23 سال نیم از اونا تو رسانه ها، دکتر شمسیان نزدیک به 20 سال، داریوش نزدیک به 14-15 سال، بتونیم بشنویم، یعنی بتونیم پیام به شما ما منتقل کنیم. باید دستتون بالا باشه، باید دیگه کارهایی که خودتون دارین میکنین رو استاپ بکنین، متوقف کنین و گوشاتون، این پنباره گوشاتون در بیارین. شاید بهتره که بذارین تو دهنتون، نه حقیقت این پنباره بجوین که فرصت حرف زدن نداشته باشین، فرصت راهکار دادن، راهنمایی کردن بیمار معتادتون نباشین، نتونین چیزی بگین، فقط گوش کنین و اون موقع ما بهتون میگیم چی کار بکنین. بله میدونم بعضیتون عصبانی شاید بشین، میگین سیامک چرا اینقدر هارش با ما صحبت میکنین، چرا اینقدر ما رو بده میکنین، میکوبی، میکرام میکنین. ببخشی منو، من منظورم بده کوبیدن، میکرام کردن نیست، ولی منظورم بیدار کردنتون هست، منظورم عصبانی کردنتون هست. چرا؟ برای اینکه خسته شدم دیگه، من خسته شدم، انقدر سر قبر بچه های شما رفتم، سر قبر خواهرای شما، پدر مادرای شما، همسرای شما رفتم. I'm tired. I'm sick and tired of going to your mornings and joining your mornings and burial ceremony. انگلیسی هم گفتم که بدونید چقدر دیگه خستم. هم به زبان انگلیسی خستم، هم به زبان فارسی خستم. همین دو سال ما پیش بود که آخرین بچه بود که من میدونم منو دعوت کردن، یعنی یکی بیمارا خیلی سابقه بنده بود که رفتم، خدا میدونه چقدر هستن که من نمیدونم، نمیشناسم، یا خبر داده نمیشم وقتی که میمیرن، یا پدر مادر یه جوری اینا رو مفقود میکنن که بچه سرطان گرفته بود، سرطان هم بخواه بده، نه سرطان هم نمیگن، میگن تصادف کرده بود، نمیدونم قلبش یه وایس، نه قلبش هم نمیگن، چون اگه بگن قلبش ممکنه که بفهمه که سنکوب کرده، اووردوز شده، یه بیماری درست میکنن دیگه، یه چیزی میگن. برای این بچه هم رفت، برای این بچه هم دست دادم. دیروز من توی یکی از تلویزیون ها صحبت این شیرزن رو که خدا بیامرزه رو داشتم میکردم، خانم بهیه تشویقی، بس نمیشم میگم، برای اینکه هیچ دیگه ریایی نداشت، برای سالها اقلا 25-6 سال از آخرین سالهای زندگیش و این زن کارش پیام رسانی بود. ولی میدونی از کجا شروع شد؟ بهیه خانم کی بیدار شد؟ میدونی؟ بهیه خانم دو تا فرزند داشت. بذار این داستان رو براتون تعریف کنم. دیروز تعریف کردم، ولی خب بعضیاتون شاید تلویزیون سلام رو ندیدین، برنامه ما رو ندیدین. بهیه خانم دو تا فرزند داشت، یکیش به اسم داریوش، نه داریوش اقبالی خواننده، داریوش دیگه ای، یکی هم به اسم فروهر. و این مسئله بوده 27-28 سال پیش در تهران، داریوش از بین میره، داریوش اووردوز میشه، بعد از یه مدت تخریب، نمیدونم چند سال هروئین میزده، بالاخره از بین میره، مثل خیلی های دیگه که الان خدمتون گفتم از بین میرن و ما باید بریم سر قبرشون. و
روز نشستی بود واسه پسر بهیه خانم که داریش بود، شاید اینم فامیلش هم بوده داریش تشویقی، نمیدونم، نه خدای نکرده داریش ما داریش اقبالی نیست، هم دارن ایشون پاکن، زندن، زنده باشن، زنده بمانن، پیام رسانی دارن میکنن و بیشتر از 14 سال هم است که پاکیشون حفظ کردن الحمدلله. ما صحبت یه داریش دیگر داریم میکنیم که از اینکه 27 سال پیش وداع گفت به زندگی، اعتیاد ایشون هم از مادرش، از برادرش، از ماها، از همه دنیا گرفت. روز نشست داریوش مادر خیلی خیلی غم انگیز بود، درد میکشی، خب همه گریه میکردن. دایی داریوش، برادر بهیه خانم، از بهیه خانم میپرسه که آخه خواهر چی شد، این داریوش جوون بود، فکر کنم زیر 30 بود، 27 سالی ناش بود، چه جوری از بین رفت آخه؟ ما ها واقعا شاک شدیم، سورپرایز شدیم، بچه جوان چی شد مامان رفت؟ خواهرم چی شد که این پسر از بین رفت؟ بهیه خانم بویا خیلی احساساتی بوده و دگرگون بوده، خودشو گم کرده بوده، حواسش نبوده و خودشو لو میده، یا شاید هم حواسش بوده دیگه در اون لحظه اهمیت نمیداده، برمیگرده میگه داریوش و هروئین از من گرفت، داریوش مرد به خاطر اینکه معتاد بود، هروئینی بود داداش. اینه که میگه این برادره دیوونه میشه، اصلا یه دفعه خیلی ناراحت میشه گویا و برمیگرده به بهیه خانم، یه کمی هم پرخاش نمیکنه ولی یه کمی هم جدی عصبانی مانند میگه آخه خواهر من قربونت برم تو چگونه به ما نگفتی، من داییشم، من عاشق این بچه بودم، چگونه مثلا از ما قایم کردی، همیشه میگفتی یه نوع ناخوشی داره و غیره، چرا نگفتی این بچه بیماری، اون موقع که نمیستن این بیماریه ببخشید، چرا نگفتی این بچه معتاده هروئینیه، این بیماری اون موقع بیماری بوده ولی اون موقع کسی نمیگفت، نگاه نمیکرد به یه مسئله به عنوان یه بیماری، اصلی بد تابو، چرا نگفتی خواهر عزیزم که بچه معتاد هروئینیه که ما بتونیم دستگیرش کنیم، بتونیم کمکی کنیم، یه کاری شاید بتونیم بکنیم، چرا نگفتی؟ و بهیه خانم گویا خیلی منقلب میشه و میگه کاشکی که میگفتم، حالا فکر کرده بود که اگه میگفت شاید نجات میداد فرزندشو و شاید هم نمیداد، نمیدونم، ولی حداقل یه راهکارایی پیدا میشد، البته اون زمان ناگفته نمونه، هروئینی پاک نمیشد که پاک بمونه، اون زمان ها هروئینی پاک میشد، خود منم اون زمان ها هروئینی بودم ولی دوباره برمیگشتیم. خب حداقل این پاک شدن، این چند ماه پاک بودن شاید کمک میکرد بدنمون یه کمی جون بگیریم و دوباره برمیگشیم، چون راهکارهای نبود، جلسات 12 کمی نبود، انجمنی نبود مثل الان که در ایران فراونه و اینجا بود اون موقع این زمان، ولی ایران نبود این انجمن، انجمنی که کمک میکنه به معتادین و الکلی، منظورم مرکز بهزیستی و این حرفا نیست، انجمن جلسات 12 کمی. بالاخره بهیه خانم بله خیلی منقلب میشه، خیلی پشیمان میشه، ولی یه بیداری درش ایجاد میشه، میگه وا خدای من، تو ذهن خودش الان فروهر که فرزند دیگش بود اونم معتاد بود هنوز زنده است، بس من دیگه اینو قایم نمی کنم، به همه میگم که بله فرزند دیگه منم معتاده و من خواهم برم کمکش کنم تو آلمان، اون موقع فروهر هنوز گویا تو آلمان بوده و
کمکم کنین. خلاصه کمک میگیره از خانواده نزدیکان، پا میشه کل پشتی میندازه پشتش به قول معروف و میره این مادر. اون موقع خب جوون بودن مسئله دیگه، و یه خانم فکر کنم 70 هم نبود وقتی فوت کردیم، موقع که همین اخیرا یکی دو سال پیش فوت کردین، مسئله 27 سال پیش شروع میکنم، حدود 40 سالش میشده شاید، 42 نه 44 5 سال، 47 8 سال. برسد پا میشه میزنه میره آلمان، ولی غافل از این که دعاهای مادر آردی موقع مستجاب شده بود. این بچه از آلمان اومده بود ایران، ببخشید آمریکا، لس آنجلس، و اینجا بیدار شده بود و وارد سازمان بهزیستی اکتن شده بود. اکتن در والنسیاس، یه جایی که خیلی خیلی ایرانی ها رفتن اونجا و بهبودی گرفتن، جایی رایگان هم از دولتیه. اگه شمارش هم خواستین بعدن با من تماس بگیرین خدمتتون میدم. فروهر، ورش، خیلی دیگه باقی یادم نمیاد، خیلی بود، 7-8 تا. دکتر شمسیان، ایرج شمسیان، ایشون هم اونجا رفته بود. 30-40 تا دیگه از بچه که پاک شدن و هنوز پاک میدن، ارامنه ایرانی، ایرانی مسلمان، ایرانی کلیمی هم اونجا رفتن و نتیجه گرفتن. صدها رفتن نتیجه نگرفتن چون آمادگیشو نداشتن، ولی 20-30 تایی هستن که نتیجه گرفتن. امثال اما فروهر عزیز که بعدا میدونین که چه تحولی در جامعه ما ایجاد کرد. برصد مادر بعد از این که میفهمه فروهر آلمان نیست، رفت اومده لس آنجلس، هنوزم نمیدونست بچهش برای چه منظوری رفته و پاکه اینا. گویا یه مدتی اینا با هم قطع رابطه کرده بودن، تماسی برقرار نشده بود. میزنه از آلمان، میکوبه میاد لس آنجلس و اینجا میفهمه که فروهر تو اکتنه و پاکه، و خلاصه خیلی خوشحال میشه، آرزوش برآورده شده بود که بچهش پاک شده. و اینجا دیگه چیز نمی کنه، هاش نمی کنه و به همه میگه، به همه کمک میگیره، با فروهر کمک میکنه. اون موقع یه سوبلیمی باز میکنن، خانه بهبودی، و که دومی خانه بهبودی بود که برای ایرانی تو دنیا باز شده بود. اولیشو من همین 2-3 سال بعد قبل از اون باز کرده بودم تو کالور سیتی، بعد فروهر هم اون موقع یه سوبلیمی تو ارواین توی ببخشید ولی باز میکنه، و جلسات 12 کامه فارسی زبان رو بنیانگذاری میکنه به اتفاق فرهاد، راهنمایی من با 4-5 فرهاد دیگه، ورش و و و اینا کسانی هستن که به برنامه ها اومدن و اشکالی براشون نره اسمشون مطرح بشه، و که اولین جلسه 12 کامه رو بنیانگذاری میکنن و بعدم خانه بهبودی و و و و شاید بیشترتون بدونی که بعد چندین سال، 7-8 سال بعد از اونم فروهر پامشه میره ایران، که همین 17-18 سال پیش بود، و پیام جلسات 12 کامه رو اونجا با 5-6 نفر دیگه که آردی رفته بودن ایران سهیم میشه. اونا آردی یه جلسه 12 کامه هم تو خونه یکشون درست کرده بودن و داشت یواش یواش جون میگرفت، و فروهر هم با اونا ملحق میشه و به اتفاق اون جلسه رو خیلی گویا منظم میکنن، سیستمی بهش میدن و رسومات رو رعایت میکنن، و یکی بعد از دیگری جلسات دیگه 12 کامه هم از کنار اون بنیانگذاری میشه. و امروز بیش از 350 هزار ایرانی در ایران پاکن، و پاکی های بالای 5 سال هم دارن، از 18 سال پیش شروع شده. امروز بیش از 3000 جلسه 12 کامه در ایران. بهیه خانم فکر کنم 2 سال پیش فوت کردن، مادر فروهر، الهی که نور به قبرشون بباره. من خیلی خیلی مادر روحانی دوست داشتم، بنیانگذار جلسات 12 کامه برای خانواده‌های معتادین شدن در لس آنجلس. بکنم حدوداً
18-19 سال پیش، همون حدوده که فرهاد داشت میرفت ایران، یکی قبل از اینکه بره ایران و کمک کنه به پیش رفت یا پیش برد جلسات 12 گامه در ایران. اینجا جلسات 12 گامه فارسی زبان به زبان فارسی برای خانواده ها شروع کردن. البته قبل از اون، چند سال قبل از اون، به جلسات برای معتاد و الکلی ها شروع شده بود که فروهر رو بچه های دیگه شروع کرده بود، ایرج هم شروع کرده بود، ایرج خودمون که نه ایرج شمسیان، اما ایرج، ایشون هم جزو اون بچه ها بود. البته ایشون از اون جلسه پاکیش هم گرفته بود که الان الحمدلله 25 سال خورده پاک. بعد بهی خانم دیگه اصلا از اون موقع به این ور تمام برخوردش با بیماری فرزندش متغیر شد، تحول پیدا کرد دیگه. اون بهی خانم نبودش که بخواد هاشوش کنه. بارها، شاید 20 بار، شاید بیشتر، تلویزیون ایران وقتی که من خدمت خانم جینوس احکاک بودم، من 12 سال اونجا برنامه داشتم، برنامه هم ایران میرفت، بهی خانم اومد تو برنامه، تلویزیون سلام اون زمانی که به ایران میرفت، یکی دو تلویزیون دیگه هم، پارس، تلویزیون کانال وان، این تلویزیون دیگه که من بودم، بهی خانم همیشه میومد. رادیو 670 میومد صحبت میکرد، اگه هر موقع نمیتونست بیاد حضوراً تلفن میکرد میومد رو آنتن. بارها فروهر که هنوز اینجا بود، یا بعضی موقع اختی هم ایران رفته بود میومد اینجا، بهی خانم اینجا مونده بود، اینجا میمون و کار میکرد و پولش اینا رو میفرستاد فروهر که فروهر بتونه کمک کنه به جلسات 12 گامه، به پیشبردش، به سازمان تولدی دوباره و غیره. علی فروهر گهگداری میومد آمریکا که مامانو ببینه و من از فروهر میخواستم که بیاد به تلویزیونی که من بودم باهاش برنامه داشته باشم، و وقتی فروهر میاد برنامه، مادر مرتب تلفن میکرد، یک یا دو بارم دوتایی با هم اومدن. تیپاشو دارم، شاید انشالله یه روز فرصت کنم تیپای قدیمی بیارم اینجا یکم بهتون نشون بدم، ببینین این مادر به چه شیرزنی تبدیل شده بود. تمام دنیا میگفت بله من بهیه هستم، چهرهشم قایم نمی کرد و هر جلوی دوربین، من یه پسرمو اعتیاد ازم گرفت، این پنهانکاری، زیر قالیچه گذاشتن، کمکی نذاش به بچه‌ام بتونم برسونم، ولی یه پسرمو فروهر خدا من به این پس داد و بهبودی گرفته، الان داره چه خدمتی میکنه. هیچ رویایی هم نداشت بگه بله تو خانواده ما تنها دوتا فرزندی داشتم، نه بخشی سه تا فرزند داشت، یه دختر خانم هم داشت، ماه محسر که ایشون هم که دوبار این خانم مهمون من بوده، ولی دوتا پسر، تنها دوتا پسر داشتم، دوتا پسرام مرد معتاد بودن، یکیشو از دست دادم به خاطر پنهانکاری، یکیشو خدا من پس داده، و به این خاطر که این هدیه است، من این هدیه رو با شما میخوام سهیم بشم. مادران دیگه پنهان کاری نکنین. کاشکی ایشون اینجا بودن، یا کاشکی زنگ میزدن میگفتن اینو خودشون. زیاد بخوام راجع به ایشون صحبت کنم، من مسلما خیلی احساساتی میشم، چون من عاشق بهی خانم بودم. فرشته بود این زن. تمام شاید 20 سال اخیر زندگیشو یا بیشتر، نزدیک حدود 20 سال اخیر زندگیش گذاشته بود به خدمت گذاری اینجا ایران. هر رادیو و تلویزیونی تو ایران میرفت پیام میداد. خیلی از مادرها امروز جلسات 12 گامه ایرانی فارسی زبان میرن به خاطر اینکه بهی خانم بهشون پیام رسونده بود. من امیدوارم که شما مادر گرامی که برای ما نگاه میکنین، شما هم وقتش بدونین که بیدار شین. بهی خانم نیستن اینجا، ولی پیامشون رو از طریق من به شما دارم میرسونن. بیدار شو مادر گرامی، احساس شرم، خجالت نکن که فرزندی داری از بیماری اعتیاد داره
کلنجار میزنه، قوتوره، دست و پا میزنه. بیدار شما در تلفن رو بردار و من، دکتر شمسیان، داریوش، بچه های دیگه که تو این رشته کار میکنن زنگ بزن و کمک بگیر. خجالت نکش، این یک بیماریه، این چیزی نیستش که بخوایی ازش خجالت بکشی. سرطان هم همینطور یک بیماریه. خیلی از ماها متاسفانه حتی نمیخوایم به فامیلامون، نزدیکامون، دوستان بگیم که بیماری سرطان داریم. واقعا من نمیدونم این چقدر ما باید تقاص پس بدیم به خاطر ضد ارزش‌های فرهنگیمون تا قبل از اینکه بیدار شیم. نمیدونم، ولی امیدوارم قبل از اینکه دیر بشه بیدار شیم. شروع سخنمو با مسائلی که در رابطه با از دست دادن هموطنانمون به بیماری اعتیاد بود شروع کردم، که 2 ماه پیش یا 3 ماه پیش ببخشید آخرین بچه بود که از دست دادیم، دختر 20 ساله‌ای که بیماری از ما گرفت. بیماری ایشون از ما، از مادرش گرفت، از پدرش گرفت. فکر کنم خواهر برادر نداشتین بچه. نه چرا ببخشید، یه برادر داشت، چون برادرش رو در روز دفن ایشون ما دیدیم، خاک سپاری ایشون. من تمام بچه های پروگرممون رو بردم اونجا که ببینن، شاهد بشن که چمونه یه دختر 20 ساله، خیلی دختر باهوش و زیبا، دانشگاه ایرواین میرفت، UC ایرواین. بیماری میتونه از ما بگیره، از مادرش بگیره، از برادرش بگیره، از پدرش بگیره، از تمام دوستانش بگیره. عین با شما سهیم میشم، چون میخوام شما مادر گرامی که هنوز فرزندتون در حال تخریبه بیدار شی. امشب 2 جلسه خیلی خیلی مهمی داره انجام میشه، یکی در لس آنجلس که هر یک شنبه انجام میشه، گروه روان درمانی که دوست ما آقای دکتر شمسیان انجام میده برای خانواده ها در سانتا مونیکا، شهر سانتا مونیکا، خیابون سانتا مونیکا بولوار. آدرسش من دقیقا نمیتونم بدم، باید، چرا که این جلسات، این گروه روان درمانی ها محرمانه است، یا محرمانه بودن هویت اشخاص حفظ میشه. من اگه شما یک خانواده، یک معتاد الکلی، پرخور، سیگاری، قمارباز هستین که میخواین کمک بگیرین، هیچ مسئله نیست، با من تماس بگیرین یا دکتر شمسیان هم شمارهشو میدم، با ایشون تماس بگیرین و آدرس رو بهتون میدیم، یا من یا خود دکتر شمسیان آدرس میده، تشریف ببرین. ساعت 7 تا 9 شب در شهر سانتا مونیکا، همون حوالی سانتا مونیکا بولوار و 405. تلفن دکتر شمسیان از 818-929-6403، 818-929-6403. و اگه فراموش کردین 08 داره شماره دکتر شمسیانو، و من هم میتونین بعدا زنگ بزنین، یا به همون شماره آفیس که رو صفحه تلویزیون بعدا زنگ بزنین، شماره ایشون و آدرس این گروه روان درمانی در لس آنجلس رو بهتون میدم. هر یک شنبه 7 تا 9 شب بریم به اون جلسه، به این گروه مادر پدر گرامی، همسر یک معتاد، خواهر برادر یک معتاد، یا الکلی یا سیگاری یا پرخور یا قمارباز، هر اعتیادی که هست، بریم به این جلسه. خواهش میکنم بریم، ارزشش رو داره. ببینین چگونه مادر پدرهای دیگه، همسرهای دیگه بیدار شدن. به اینجا هر سوالی دارین، نه تنها دکتر شمسیان، بلکه فکر کنم 50-60 نفر هستن اقلا توی گروه ایشون، کسانی که سالهاست دارن به این گروه ها میرن، سالهاست بهبودی دارن، اونجا هستن کمکتون میکنن.
همین امشب که اولین یک شنبه ماه در شهر ایرواین هم یه جلسه است. بهش میگیم open meeting، جلسه بازیه و جلسه باز به این قراره که هم خانواده های معتادین و الکلی ها و قماربازا هر اعتیادی که هست خانواده ها میان، هم خود معتادین و الکلی ها و قماربازا و سیگاری ها و و و و که در حال بهبودی هم میان. یکی از این گروپ، یکی هم از این گروپ سخنرانه. خانواده ای که سال هاست به این جلسات میاد، امروز بهبودی گرفته از بیماری وابستگی های متقابل، راجع به دوران تخریب خودش، دورانی که چگونه بیمارش آزار میرسون، خودش آزار میرسید، افراد دیگه خانواده هم آزار میرسون به خاطر ویژگی های بیماری وابستگی متقابل بیدار شده، چگونه به خودش به این جلسات رسونده، چگونه سلسله مراتبی بهبودیش به پیش رفته و امروز در نتیجه چه زندگی مطلوبی و روحانی پیدا کرده. خیلی خوبه برای شما مادر، پدر، همسر، خواهر، برادر، فرزند یک معتاد که هنوز بیمارتون در عذابه، واقعا مفیده. بیاین امشب این جلسه و ببینین، اگه تو اورنج کانتی هستین، ببینیم این خانواده یک معتاد که مدتی بهبودی داره چه صحبتایی میکنه، چگونه بهبودی گرفته، زندگیش چگونه متغیر شده. بیاین. و یک نفرم از گروه خود معتادین الکلی در حال بهبودی سخنرانی میکنه که من سخنران امشب رو میشناسم. جوانی فکر کنم 10-11 سال پاکی داره، شدم 12 سال. موقع من توی هانینگتون بیچ سوبر لیوینگ داشتم، این جوان اومد اونجا، میخواست بیاد تو سوبر لیوینگ من بمونه، به دلایلی نموند رفت، ولی رفت یه جای دیگه، یه مکان دیگه، رفت پارکیش اونجا گرفت و حفظ کرد و با شرکت کردنش در جلسات 12 گامه تونستش که پاکیش رو تا امروز حفظ کنه. بس خیلی هموطنان دیگه هم و حتی آمریکایی کمک کرده. اسمشو نمیتونم بیارم چون مهمون من تارا نبوده، ولی امشب من اونجا ایشون رو خواهم دید و ازش میپرسم اگه دوستش برای هفته آینده یا هفته بعد بیاد مهمون ما تو برنامه‌مون راجع به بهبودیش با شما سخنرانی کنه. خیلی زندگی متفاوت و متغیری داشته و متحول and powerful. بیاین امشب اگه تو اورنج کانتی هستین، تو اون گروپ که 6:30 to 8:30، اگر توی لس آنجلس هستین تو این گروپ که 7 to 9 تو شهر سانتا مونیکا آقای دکتر شمسیان گروپو داره، 6:30 to 8:30 هم در ایرواین جلسه باز 12 گامه که ما هم داریم میریم. اون جلسه که توی ارماینه پادلاک هم هست، یعنی بعد از اتمام جلسه هر کی یه غذای چیزی آورده میذاریم رو میز و غذا رو با هم دیگه سهیم میشیم. خیلی میتونه خوب باشه، جلسه خوبی باشه، نشست خوبی باشه، بیدار کننده باشه. خیلی دوست دارم شما هموطنان رو ببینم توی این جلسه. اگه براتون امکان داره تشریف بیارین، بذارین 4 تا خانواده دیگه که بیداری درشون ایجاد شده و در کنار بیداری بهبودی کسب کردن، دیگه امروز مثل یه پروانه دور شمع که معتادشون باشه دیگه نمیچرخن، برای خودشون زندگی خودشون رو پیدا کردن، زندگی که از دست داده بودن پیدا کردن، حتی زندگی بهتری. ببینین چگونه این کارو کردن، ببینین چگونه امکان پذیره که شما هم نجات پیدا کنین، همسر یک معتاد، مادر یک معتاد، فرزند یک معتاد، برادر یا خواهر یک معتاد، دوست صمیمی یک معتاد، نامزد یک معتاد، سابکار یک معتاد، همکار یک معتاد. بیاین ببینین چگونه این بیداری و این تحول امکان پذیره. یا در گروپ روان درمانی آقای دکتر ایرج شمسیان در لس آنجلس، یا در
جلسه باز معتادین و الکلی ها در حال بهبودی و خانواده هاشون در حال بهبودی در ایرواین. اگر آدرس این دکتر هم میخواین یا میتونین با بنده با همین ول این آفیس منه ولی الان به تلفن دستیم بس وصل شده منتقل شده چون الان کسی تو آفیس نیست. می 949-910-3585 زنگ بزنین بعد از برنامه من در خدمتتون هستم، یا همون شماره همیشگی من 818-590-0134 زنگ بزنین، یا به دکتر شمسیان با 818-929-6403 تماس بگیرین. آدرس هر دوتا گرده همایی و جلسه یا گروه روان درمانی ما خدمتتون میدیم که تشریف ببرید و بهتون قول میدم که زیان آور نیست، بهتون قول میدم پشیمون نخواهید شد، حتی شاید بعد از جلسه هم بگین خدا پدرتو بیامرزه سیامک که آدرس این جلسه رو به ما دادی یا اطلاعات این جلسه رو به ما دادی. این پنجشنبه در ایرواین گروه روان درمانی ماست که واقعا بیدار کننده است. اونم من به اتفاق خانم آنایتا مهدوی که دارن پی اچ دی شون رو میگیرن انشاءالله به زودی، و به اتفاق آقای فرهاد عاملی که یکی از مشاورین ما هستن، و آقای دکتر ایرج شمسیان میرونیم. چهار تا این گروه رو میرونیم، گروه خیلی بزرگی نزدیک به 60 نفر معمولا هستن. من دعوت میکنم ازتون برای اون برنامه وقتی بذارین، ساعت 6 و نیم بعد از ظهر تا 8 و نیم دو تا گروهه، 6 و نیم تا 8 یکیه و 8 و نیم هم تا 10 و نیم یکی دیگر، دو تا گروهه در ایرواین، شهر زیبای ایرواین. این پنجشنبه، اون هر پنجشنبه هستش، میتونین تماس بگیرین با من، آدرس اونم خدمتتون میدم، و به همون دلیل که آدرس جلسات دیگه یا گروه روان درمانی دیگر نمیدم رو آنتن، آدرس اینجا رو آنتن نمیتونم بدم ولی پشت آنتن در خدمتتون هستم. آرزو دارم که به زودی این تلویزیون بره به ایران. خانم تهرانی چند هفته پیش به من میگفتن که در تلاشن، شاید یه مقدار به کمک شما بینندگان برنامه بیشتر احتیاج است که نه که بخواین همینطوری بیان اعانه بدین کمک مالی بکنین، فکر نمی کنم حتی خانم تهرانی بخواد اونطوری کمک بگیره، ولی برنامه رو حمایت کنین، میتونین برنامه ما رو بیان سپانسر بشین، من پول نمیخوام ازتون، میتونین بدین به خانم تهرانی بگیریم برنامه رو سپانسر میشیم و صحبت شما تو برنامه خواهیم کرد، یا برنامه دیگر رو سپانسر کنین، یا بیاین تبلیغات بگیرین از این تلویزیون، اینطوری تلویزیون رو حمایت کنین. من خودم باور کنین کسی نیستم که درآمد چند تا این داشته باشم، میره انقدر پولدار نیستم، ولی هر موقع بتونم یه کمکی میکنم از هر لحاظ، یعنی یا برنامه 13 به در رو رفتم بود گرفتم، مهرگان رو بود گرفتم، اینا کمکی بتونم این برنامه بکنم، گهگداری به خاطر برنامه خودم یه کمک ناچیزی میکنم، شما میتونین این کارو بکنین، تبلیغات بگیرین اینجا، این برنامه این تلویزیون رو حمایت کنین که بتونن برن ایران. انقدر من خوشحال میشم تلویزیون بره ایران، واقعا خواهید دید که چقدر از هموطنان در ایران ما رو میشناسن، با ما هستن، از طریق برنامه های ما پیام گرفتن و رفتن به جلسات 12 کامه و امروز پاکن و چندین ساله که پاکن، میان رو آنتن تلفن میکنم مرتب، واقعا برنامه ما این رو رو میشه، انقدر لذت خواهیم برد وقتی ببینید که یه پدر با دوتا فرزندش هر سه پاکن و هر سه پیام از برنامه های تلویزیونی ما در تلویزیون های دیگه گرفتن سالهای پیش و رفتن به جلسه 12 کامه، الان هر کدومشون 5-6 سال 10 ساله که پاکن. خب این خبر خوبیه دیگه، خوشه، من لذت میبرم میبینم که هموطنان در ایران پاک شدن و پاکیشون حفظ کردن. یه بار دیگه ندای آرامش کتاب فروشی که در ایرانه و براتون میتونه کتاب هایی که ما همیشه در این برنامه صحبت شو میکنیم براتون بفرستن، میتونم میل کنم پست کنم براتون و شمارهشون رو بهتون میدم و وبسایتشون رو و برنامه رو به خاطر میرسونیم. وبسایت ندای آرامش هست ندای-آرامش.ir
اسپلم میکنم براتون www.nedaye-arames.ir ندای آرامش .ir در تهران، و تلفنشون هم از در تهران 77-63-69-75. یک دنیا ممنون که با ما بودین دوستان عزیز. از خانم تهرانی، آقای علی برای کارگردانی برنامه تشکر میکنم. روز خوش، تا هفته آینده، خدا نگهدار. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.